خانم آقایان، درود بر شما. امیدوارم در هر کجای این جهان پهناور که هستید حال دلتون خوب باشه، اما بعید میدونم. آقا شما مکه رفتین؟ حالا مکه یه چیز سیاه است، میگن خانه خدا. حالا ما کار نهارم، خدا چیزون تو جا میشه آقا؟ بره خدا به این بزرگی، من نمیگم خدا بزرگه، چون تو جا میشه. حالا کار نهارم، شایدم جا بشه جمتر مثلا چیز ما. مکه تا حالا رفتین؟ مکه مکرمه ر ج بر جو جو. آقا اینایی که میرن مکه، عزیزانی که مکه رفتین، به شیطان سنگ زدین؟ رمی جمرات، یک مراسمی دارن توی مکه. حجاج برمزن جابیجاج، بله، یک مراسمی در مکه وجود داره به نام رمی جمرات که باید سنگ برداری بزنی سنگو به شیطان. بعد جالبه، شرطه های عربستان که همون پلیس عربستان باشه، یه شلاقی داره میاد میزنه شما رو، به شما میگه که آقا این کار رو نکنید، خرافاته، اما شما همچنان اون دیوار رو میزنید. اون یه دیواره، سنگو باید بزنی به دیوار. چند روز پیش یه پیرمردی با عصای خودش داشت مسلسل میزد. شیطان داشت میزد. 1400 سال شیطان دارن سنگ میزنن، برای این شیطان چرا نمیره؟ واقعا چرا نمیره شیطان؟ خب حالا و اینو حجاجی که میرن حج تمتع، نمیدونم چی، تو حج تمتع میسن که ظاهرا این کارو میکنه. تمتع، حج تمتع، حج واجب، میلیون ها تومان خرج میکنن میرن اونجا به شیطان سنگ بزنن که شیطان گولشون نزنه. شیطان گولم زد دست به لام زد، شیطان گولم زد دست به ام زد. حالا امیدوارم که شیطان گول بزنه اما دست به چی نزنه. و بریم با هم یه کلیپ ببینیم، برگردیم ادامه صحبت رو با شما داشته باشیم. موافقین؟ بریم با هم یه کلیپ ببینیم، برگردیم. این کلیپ رو قشنگ نگاه بکنید دوستان عزیز، شما دوست مسلمان عزیز، شیعه سنی. بچه من الان اینجا نشست بودم داشتم سنگ جمع کردم، بعد به دوستمون گفتم که اینجور سرم پایین بود داشتم سنگ رو جمع میکردم، گفتم که یعنی امام زمانم الان داره سنگ جمع میکنه برای رمی جمرات. بعد دوستم گفتش که امام زمان از محشر جمع میکنن سنگ، و گفتم مگه میشه؟ گفت آره، اصلا مستحبه که در واقع در محشر سنگ ها جمع بشه، ولی خیلی حس خوبی بود. اما خانوما نمیتونن وقوف کنن توی، یعنی اصراری نیت میکنن و رد میشن، ولی آقایون پای پیاده میرن. برادرای من که رفتین رمیه برای در واقع جمرات از محشر سنگ جمع کنید، یاد ما خانوادمون هم بیافتیم. یعنی الان امام زمانم داره، یعنی الان امام زمانم داشت سنگ جمع میکرد بلن. اون چی چوز مغزی، ببخشید، اون چی یروی بود، دانایی بود. آره، به دوستش گفت، این خانوم به دوستش گفت بخت و گلوی من جمع شده نمیتونم حرف بزنم. بجان تو امام زمان از مشعر جمع میکنه سنگ، این خانوم فقط، من میگم خانوم ببخشید، این سنگایی که داری جمع میکنی همه نکتیز ها، این شیطان میخوای بزنی اینو رمی جمرات میخوای بری، این تیز ها. بعد اگه شیطان این سنگایی که بهش میزنی و
برداره بعد این تیزیشو بهت فرو بکنه عزیز من، زخم میشی که فرو هم کرده. تجربه نشون داده دوستان عزیز 80% کسانی که میرن حاجی میشن برمیگردن نزول خور از آب در میان. یعنی شیطان، اون سنگی که به شیطان میزنه، شیطان اینا رو گول میزنه، دست به اینا رو گول میزنه. حالا این خانوم جوانی که میخواد به شیطان سنگ بزنه، شیطان اینو بعدش گول زد. آره اینو گول زد. فیلمی از ایشون هست که در کانال تلگرامی میذارم، امیدوارم که همونطوری که به اون شیطان سنگ زد، شیطان هم که بیکار نمیشینه که، شیطان هم ریز جابیج میکنه. شیطان چرا منو گول نمیزنه؟ برای اینکه من بهش سنگ نزدم. با افتخار نیم قرن، نزدیک نیم قرن عمر من میگذره و یه سنگم به شیطان نزدم. شیطان، با شیطان خیلی خوبم، میشینیم با هم صحبت میکنیم، عرق میخوریم، همین دیشب با شیطان مشروب خوردیم. آره شیطان خودش به من گفت همین دنیا هر کاری میکنه همینجا بکن، فقط در مردم نذار، چون من یه جوری درت میذارم که دردت بگیره. عزیزانی که، دوستانی که پیروان پیامبر اکرم و پنج تن آل عبا هستند و خون مردم رو تو شیشه ریختن، بعد اینجای پیشونیشون آرم خایه های باقر اینجا هست. دیدی که اون آرمو شبیه خایه باقره. باقر خایهشو تو زیر بخاری نگر داشت، بخاری هیزومی، اون که داغ شد چسبوند اینجای عزیزان پیروان پیامبر اکرم. بعد خدمت شما که عرض بکنم، اینا میان نزول میخورن، ناموس مردم رو چشم دارن، تو دادگاه ها کار میکنن، جاهای مختلف حکومتی کار میکنن، به ناموس مردم تعرض میکنن، خیلی خیلی کارا دزدی میکنن، جوان مردم رو میکشن، براشون هیچی مهم نیست. و اینا همونایی هستن که به شیطان سنگ زدن. امام زمان هم از قوم خودشو بودو بودو هر سال میرسونه، با اینکه غایبه، غایبه، خودشو میرسونه در واقع به رمی جمرات و از اونجا اشعر مشعر از اونجا سنگ جمع میکنه. حالا این دختره ببین چی میگه. از برادرها خواهش میکنم، برادرام اونایی که پیاده میرن، ما میگه که خانوما نمیتونن وقوف کنن، یعنی بمونن، خانوما نمیتونن تو اون کاروانسرا بمونن، باید عبور بکنن. چرا بمونن؟ اینا رو جبیج میکنن. خانوما وقوف نمیکنن، میرن. میگه برادرانی که میمونن وقوف میکنن، بعد میرن پیاده میرن، ما رو یاد بیارن. عزیزانی که میرن رای جمرات این شیطان سنگ میزنه، این خانوم رو یاد بیارید بی زحمت. مشغول زمه هستی بری اشعر مشعر اونجا سنگ جمع بکنی، این خانوم رو یاد نیاری. ما سنگای تیز داری جمع میکنی، خانوم حتما یاد بیار. آره و خدمت شما که عرض بکنم، ژل لب و بوتاکس و زاویه و فلان، فیلم چی میگه؟ اون فیلم چی میگه؟ کانال تلگرامی میخوام بذارم، لینک کانال تلگرامی مو توی استوری میذارم، استوری اینستاگرام میذارم، برید ببینید چه خبره. اوف، برید ببینید چه خبر. برای همه شما پیروان پیامبر اکرم ساعاتی خوش آرزو مندم. من که اینجا هستم عرق میخورم، امشب میخوام عرق بخورم. امام زمانم با منم کاری هم نداره،
امام زمان غایبه، شما نمیبینیش، من میبینم. من این دیروز عرق خورده بودیم امام زمان و اون بره خیابون سود زد اینجوری. گفتم جان، گفت بره من از قوم اومدم، از تو چا اومدم. گفتم چی میخوای؟ گفت یه دونه شیشه وودکا، یه دونه یارو براش انداختیم، ابسولوت گرفتیم براش انداختیم پایین برد. یا والوالویم رفیق ما گرفت از لیدل بهش دادیم برد. باور نمیکنین؟ یه 45 سال حرف آخونده رو باور کنید، یه روز حرف منو باور بکنید دیگه. ایمان بیارید به من دیگه. بره من ایمان آوردم، خدا شایده من دیشب ایمان آوردم اینجا. یعنی داغانیم، داغانیم، داغان رمیه جمرات مکه تمتو فلات، واقعا داغانی، واقعا داغانی. خود عربای عربستان اونا میگن آقا این کارا چیزه، خرافاته. دیدی؟ بعدن ما آقا 45 سال عزیز، آقا ول کن، ولش کن، ولش کن، اصلا ولش کن. تو درست میگی، باشه، اوکی اوکی، من اشتباه میکنم، باشه، بدرود تا درودی دیگر.